شد یو یعنی انرژی پتانسیل به علاوه جنبشی. پس هرچی این کم بشه این زیاد میشه تا این تغییر نکند. خیلی مهمه. مثال بزنیم؟ یه مثال، یه مسئله. بچه توی ساختمون ارتفاعش مثلا 100 متر، ارتفاع 100 متر، یه جسم داریم این بالا 2 کیلوگرم، از جرم 2 کیلوگرم. این الان همه تون هم یه الان میتونید بگید انرژی پتانسیل جسم اون بالا چنده؟ عدد بنویسید. چی نوشته بچه ها؟ استاد چی؟ آره دیگه داریم مثال میزنیم. بله بله. چی؟ بچه ها میگن اینا به دهمتون هم مربوط میشه. خب شما هفتم، اینا 3 سال دیگه مونده. مثلا یاد بگیریم اون موقع هم به دردت میخوره. خب بچه ها داریم سوال حل میکنیم. جواب بدید. انرژی پتانسیل جسم چنده؟ چرا عدد نمی نویسن بچه ها؟ جرم 2 کیلوگرم، ارتفاع ساختمون 100 متر، انرژی پتانسیل چنده؟ زود زود زود. آفرین، اول نفر نوشت. سامین بود؟ باری کلا، حالا درست شد. مهدی و سینا با باری کلا، باری کلا. آفرین. مریم خانم چرا ننوشته؟ روجان خانم چرا ننوشته؟ خانم روجان خانم هستش؟ روجان بچه ها، روجان نیست. مریم خانم چرا نمی نویسی؟ آنایتا خانم نوشت. آفرین آنایتا. خب بچه ها انرژی پتانسیل مگه نیست؟ ام جی اچ، ام دوه، جی دهه، ارتفاع 100. انرژی پتانسیل چند میشه؟ میشه 2000 جول. پس اونایی که 200 نوشتن یه صفر اشتباه کردن، احتمالا ضرب در 10 نکردن. این کیلوگرمه، باید نیوتن بشه. تو کتاب نوشته انرژی پتانسیل به وزن بستگی داره و ارتفاع. وزنم که نیوتنه، یعنی گرانه ضرب درجه. پس لطفا دقت کن. حالا ادامش اومدی خانم بروستان، سلام. روجان جان، داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که انرژی درونی یک جسم میشه انرژی پتانسیل به علاوه جنبشی. مثال زدیم، گفتیم توی یه جسم بالای ساختمون انرژی پتانسیل داره، انرژی پتانسیلشون بالا برابر با انرژی درونیشه. چرا؟ چون ساکنه انرژی جنبشی اصلا نداره. وقتی نباشه این دوتا مساوی میشن. این نکته اول. نکته دوم، گفتم وقتی این جسم از این بالا پرت میشه میاد پایین، در محل برخورد اونجا که درست میخوره ارتفاع صفره. وقتی ارتفاع صفر باشه، ارتفاع صفر باشه، اینجا گفتن ارتفاع صفر باشه، یعنی انرژی پتانسیل نداره. پس در محل برخورد انرژی درونی جسم با انرژی جنبشیش برابره. این صفر باشه، این با این برابر میشه. انرژی درونی جسم تغییر نمیکنه مگر اینکه یه اتفاقی بیفته. مثلا جرم جسم زیاد بشه یا جنبش ذرات جسم زیاد بشه. اینجور جا میتونه انرژی درونی جسم تغییر کنه. یادت باشه، همه یادشون باشه، انرژی درونی جسم همین الکی نمیتونه کم و زیاد شه. انرژی پتانسیل جنبشیش جمع کنی میشه درونی. حالا انرژی پتانسیل جنبشی رو ما یه جوری زیاد کنیم که اون یکی کم نشه. چون همینطور که مثال زدم، روجان خانم دقت کن، واسه بچه‌ها گفتم وقتی جسم میاد پایین، هی انرژی پتانسیلش کم میشه، انرژی جنبشیش زیاد میشه، اما انرژی درونیش تغییر نمیکنه. این قانونه. حالا وقتی داره میاد پایین، 2 کیلوه بشه 5 کیلو، اون وقت همه چیز تغییر میکنه. حتی همه چیز امکان نداره که شما یه چیز 2 کیلویی رو پرت کنی پایین بشه 5 کیلو. مگه میشه؟ مگه داری؟ اصلا امکان نداره. ولی میگم اگر این کارو بکنیم میتونیم انرژی درونی جسم رو تغییر بدیم. تا اینجا رسیده بودیم. رفتیم یه مثال حل کنیم. مثالمون اینه. گفتیم که یه جسم داریم، جرمش 2 کیلوگرمه، بالای ساختمونی که ارتفاعش 100 متره. انرژی پتانسیل جسم بالا چنده؟ بچه‌ها گفتن 2000.
از انرژی پتانسیل شد 2000. الان هم بگید انرژی جنبشی این جسم این بالا چنده؟ عدد بنویسید سری. انرژی جنبشی جسم بالا چنده؟ عدد عدد تون 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 تون. آفرین، جزء قانون پایستگی هم هست ولی به اون قانون پایستگی ذره فرق میکنه. باریکلا. آفرین بچه ها، اینجا انرژی جنبشی صفره چون جسممون حرکت نداره. انرژی جنبشی مال حرکته، جسمی که حرکت داشته باشه جنبشی داره. سوال بعدی، انرژی درونی این جسم بالا چنده؟ عدد بگید انرژی درونی چنده. زود ببینم کی اول میگه انرژی درونی جسم بالا. مهدی، سامین، انرژی درونی جنبشیش که صفر شد هیچ. آها، یعنی کی نوشته اول نفر درست نوشت؟ ایلیا. ایلیا اول نفر درست نوشت. آفرین مهدی دوباره درست نوشت. دیگه اگه ننویسید مریم خانم اصلا چی نمی نویسی؟ اینترنت ضعیفه؟ مریم دست بلند کرده. مریم دست بلند کرده. سامین درست نوشته. آفرین سینا بجوم. خانم روسن چی نوشته؟ استاد من صدام رو واکو باش حرف بزن. جونم راجان خانم بگو صدا تو بس کنی میتونی حرف بزنی. سلام استاد، الان صدا منو داری؟ بله. خب ببخشید حالا من یه ذره دیر اومدم سر کلاس. اول اینکه برای اینکه انرژی درونی رو به دست بیاریم اومدیم گفتیم که ای مساوی با یو به اضافه کی. بعد الان اینجا یو ما 1000 ژوله و 2000 ژوله درسته؟ وقت نور خورده بود تو تخته، بعد دور معلوم نبود. بعدش اون کی هم که نداره چون که فقط کی برای انرژی جنبشی است و فقط جسمی انرژی جنبشی داره که حرکت میکنه. آفرین. بله، پس برای اینکه الان به دست بیاریم میشه 2000 ژول به اضافه صفر. میشه همون 2000. بله. به همین راحتی. بله. مرسی. باشه. خب بچه ها، پس انرژی درونی جسم بالا اینه. حالا این جسم از اون بالا، مریم خانم فکر کنم کار داره، جسم از اون بالا پرت میشه میاد پایین تو ارتفاع 50 متری. تو ارتفاع 50 متری الان اینجا انرژی پتانسیلش عدد بگید. زود. سلام استاد. سلام مریم خانم جانم. استاد ببخشید من اینو یکم قاطی کردم، میشه یه مثال بگیم که ما حل کنیم؟ چون ما اینترنت ضعیف و نمیاد. مریم دارم مثال حل میکنم. گفتم یه جسم 2 کیلوگرم، ساختمون 100 متر، اون بالا انرژی پتانسیل چقدره؟ عدد گذاشتیم شد 2000 ژول انرژی پتانسیل. میبینی اینجا رو؟ بعد گفتیم آقا انرژی جنبشی چنده؟ گفتن صفر. چرا؟ چون حرکت نداره پس جنبشی صفره. بعد گفتم انرژی درونی چنده؟ بچه ها گفتن چون انرژی جنبشی صفره پس پتانسیل که 2000ه انرژی درونی هم میشه 2000. پس نوشتیم 2000. تا اینجا تموم شد. بالای ساختمون تموم شد. میشه مثال بگیم که ما حل کنیم؟ داریم همین کارو میکنیم، به خدا داریم همین کارو میکنیم مریم خانم، داریم مثال حل میکنیم. خب بله داریم مثال حل میکنیم. پس گوش بده، خوب گوش بده، میتونی قطع کنی صداتو که نپیچه. حالا این جسم میاد پایین، میرسه تو ارتفاع 50 متری، انرژی پتانسیلش عدد بنویسید. مثال هست دیگه، عدد بنویسید انرژی پتانسیلش چنده. نفر اول دوم نوشتن. آفرین به این بچه‌ها که تون تون می‌نویسن. باریکلا. زود زود زود.
انرژی پتانسیلش تو ارتفاع 5 متری. مهدیه، مهدی غلامی دقت کن، مهدی جان 5 متر اومده پایین، الان تو ارتفاع 5 متریه، نصف ساختمون اومد پایین، انرژی پتانسیلش چنده؟ خیلی از بچه ها درست نوشتن. آفرین سینا، یه صفر کم گذاشته سینا. این کیه؟ بردیاست؟ بردیا دقت کن، مگه ارتفاع 50 نیست؟ ارتفاع 50. جسمون چند بوده؟ 2 کیلوگرم. جگرانه چنده؟ 10. وقتی زد در همیشه میشه 1000 دیگه. یادتون باشه نصف ساختمون اومد پایین، یعنی نصف ارتفاع کم شد، پس انرژی پتانسیلش هم نصف میشه. انرژی پتانسیل به وزن بستگی داره و ارتفاع. از اون بالا میاد پایین، وزنش که تغییر نمیکنه، فقط ارتفاعش نصف شده، پس انرژی پتانسیل نصف میشه. نگاه کنید اینجوری شده، این U M G H تقسیم بر 2 شد. H که تقسیم بر 2 بشه، یعنی هر چی که شما انرژی پتانسیلت بود تقسیم بر 2ش کن، اگه 2000 نبود تقسیم بر 2 میکنه میشه 1000. پس الان انرژی پتانسیل این 1000ه. گفتیم انرژی درونی تغییر نمیکنه، گفتیم یا نگفتیم؟ اگر از اصطکاک صرف نظر کنیم، یادتون باشه این چیزی که دارم میگم، اگر از اصطکاک صرف نظر بشه، انرژی درونی تغییر نمیکنه. انرژی درونی چند باید باشه؟ 2000. تغییر نمیکنه دیگه. سریع بر من بنویسید انرژی جنبشی جسم اینجا چنده؟ زودتون سریع. چی استاد چی؟ گرم. نه گرم اصلا، اصلا دست به کیلوگرم نزن، به نیوتن تبدیل کن. گرم نه، گرم نداریم. آفرینه که درست دارم می نویسم. باریکلا. مریم خانم شما ننوشتی هنوز؟ ها نه، مریم خانم داری می نویسه. ای بابا مریم خانم، داری ما رو اذیت می کنی دیگه. من که هر دفعه دوبار بخوام بگم دیگه نمیرسیم فصل نو شروع کنیم که. آپارات برو ببین تو رو خدا، اینجوری نمیشه. حالا یه بار قطعه میشه، ولی هی قطعه نمیتونی. خب پس انرژی پتانسیل 1000 بود، گفتیم انرژی درونی که هیچ وقت تغییر نمیکنه، پس اینجا انرژی جنبشی چنده؟ میشه همون 1000. اگر از اصطکاک صرف نظر کنیم، انرژی جنبشیش وسط ساختمون میشه 1000. حالا جسم میاد پایین، اضافه رو پاک میکنه، جسم میاد پایین، میرسه به سطح زمین. الان اینجا سطح زمینه، تو سطح زمین انرژی پتانسیل هممون میدونیم چنده؟ صفر. میدونیم دیگه. انرژی درونی هم که گفتیم اصلا تغییر نمیکنه، یعنی همون 2000. سری بگید انرژی جنبشی چنده؟ سری. بعضی ها کلک زدن زودتر نوشتن. اوه چقدر زیاد نوشتن، آفرین. بعضی ها سریع نوشتن، 2000 میشه انرژی جنبشیش. یعنی تو بالای ساختمون حد اکثر انرژی پتانسیل رو داره، تو محل برخورد حد اکثر انرژی جنبشی رو داره. پس هر جسمی که رها میکنید در محل برخوردش با زمین حد اکثر انرژی جنبشیش رو داره. یادتون نره این جمله رو، خواستین یادداشت کنید. در محل برخورد جسم با زمین حد اکثر انرژی جنبشی را خواهد داشت، به شرط آنکه از اصطکاک صرف نظر شود. یه مثال دیگه به خاطر مریم خانم باشه، پاک میکنم. عکس گرفتین اصلا؟ یه عکس بگیرین، پاک میکنم. بچه یادتون باشه این یه ساختمونه، این جسممونه M، این ارتفاعمونه H،
بعد میدونیم که انرژی درونی جسم بالا و پایین برابره. میشه میگیم E1 E2 بالا پایین. E1 انرژی درونی فرمولش چی بود؟ انرژی پتانسیل به علاوه انرژی جنبش. درسته یا نه؟ پس اینجا میشه U1 یعنی انرژی پتانسیل این بالا به علاوه K1 انرژی جنبشی این بالا میشه انرژی درونی. حالا این پایین چی میشه؟ میشه U2 به علاوه K2. درسته؟ تا اینجا درسته؟ خب U1 این بالا، این U1، K1 این بالا گفتیم صفره، پس به علاوه صفر. U2 این پایین محل برخورد گفتیم صفره، به علاوه K2. پس U1 مساوی است با K2، یعنی انرژی پتانسیل این بالا مساوی است با انرژی جنبشی این پایین. می نویسم انرژی پتانسیل جسم در آن بالا مساوی است با انرژی جنبشی جسم پایین. محل برخورد، محل برخورد با زمین. این دوتا با هم مساوی. دوست دارم یه مسئله بگم، هر کی حل کنه بعد من یه توضیح میدم. باشه؟ زمانش هم 3-4 دقیقه بیشتر وقت نمیدم. بگم فایفون داریم اصل 9 فیلم اول فیلم خلا آشامیدن در خلا و بعدش هم بی وزنی داریم. میبینیش؟ خب من مثلا بگم تا فیلم بیاد. جسمی به جرم مثلا 5 کیلوگرم از این بالا میاد پایین، میخوره به سطح زمین. پیدا کنید ارتفاع ساختمون چقدر. نه ارتفاع نه، سرعت ساختمون. سوال عوض میکنم، برش کن. یه جسمی جرمش نمیدونی، از ارتفاع مثلا سلام هستم چطوری؟ 20 آره آشامیدن در خلا، آره برش هم بیوزنی. ارتفاع چند بگیم خدا خوش بیاد؟ 10 متر. 100 متر دعوا نشه. میخوای 50 مترش کنی مشتریشی. 100 مترش کن. 100 متر ارتفاع 100 متری میاد پایین. ارتفاع 100 متری میاد پایین. تو محل برخورد سرعت جسم را حساب کنید. تو محل برخورد سرعت جسم را حساب کنید. فیلمو ببینیم، شما همینجوری فکر کن. اول فیلمو ببینیم. ببینید تو خلا وقتی جاذبه نیست آب چه شکلیه، خوردن چه شکلی میشه. آب به صورت گلوله اون بالا میمونه، چون نیروی پیوستگی آب نمیذاره آب پخش بشه. جاذبه هم که نیست که اونو بکشتش، برای همین گلوله میمونه. موقع خوردن کار سخت میشه، انگار داره میجوی آبو. ولی معمولا تو ایستگاه فضایی یه بستایی دارم مثل آب میوه، توش نیه، فشار میدم میخورم، اونجور راحت تره. یه بار دیگه سعید بذارش.
تو باید این کار بکنی سایه. میسم یه بار دیگه نگاه کنید، این آبه تو ایستگاه فضایی اینجوری خورده میشه. حالا بی وزنی رو بذار. حالا فیلم بعدی رو نگاه کنید. بی وزنی اینو به این راحتی نگید صفر، اینو باید روش فکر کنید. بذار فعلا فیلم رو ببینیم. سوال این بود، یه جسمی داریم به یه جرمی، جرمش نداریم، ارتفاع داریم 100 متر. نمیدونم ارتفاع درست گفتم یا نه، فوقش رون نمیشه، فوقش. سرعت جسم رو حساب کنید. مگه داریم؟ مگه میشه؟ مگه سرعت رو اصلا خوندیم؟ خب فیلم رو نگاه کنید. یه هواپیمایی هست تفریحیه، بهش میگن جاذبه صفر. الان وقتی جاذبه صفر میشه این اتفاق میفته دیگه، مردم وزن ندارن، برای هی بالا پایین میشن. توپا رو نیا کنید تو فضا معلقن، آدم ها معلقن چون وزن ندارن، بهش میگن بی وزنی. هی میخورن در دیوار. اینم خوش گرفته که در دیوار نخوره، که فیلم بگیر از مردم. حالا وقتی جاذبه میاد این اتفاق میفته، پرت میشن زمین، هم توپا هم آدم ها. دومیشو نگاه کن، الان جاذبه صفر شد، اینا همینجور در واسه خوش میچرخن. چه صفایی داره ولی ها، ولی کیف داره. ولی خب اگه ایران بود احتمالا 7-8 تا دست و پا میشکست، با کله میخوردن تو هم دیگه، چون مثلا آدم که نمیدونی کشتی میگرفتن. نه بعضی ها، همه نه بعضی ها. حالا وقتی که جاذبه کلیدشو میزنه با مغز میان پایین. موقعی که شما به سمت پایین حرکت کنید با سرعت، وزنتون کم میشه. برای همین میتونید اگه خیلی سریع بیای جاذبه رو صفر کنی، که اینو سال نهم میخونید. خب برگردیم سر وقت مسئله‌مون. الان بعضیا میگن آقا جرمو نداریم، هیچی نداریم، فقط ارتفاع داریم، مگه میشه؟ مگه داریم؟ بله میشه، داریم. استاد چی نوشته؟ نمیخوام عمرن ارتفاع رو دادم فقط و سرعت رو میخوام. هر کی حل کنه بعدن توضیح میدم. سینا یه عدد نوشته، زوده، بعدن راهنماییتون میکنم پله به پله. 1 دقیقه که بگذره راهنمایی من شروع میشه. چی نوشته؟ وقت بدید، دارم وقت میدم. یکی نوشتن 500. هر کی اینو حل کنه بو، یعنی او. من تو این چند ساله که این کلاس ها رو داشتم، سالی 1-2 نفر بیشتر حل نکردم، بعضی وقت 1 نفر فقط. و اونایی که حل کردن باورتون شاید نشه، بدون کمک من حل کردن ها، الان تیسوشان دارن درس. یعنی خودش انقدر خوش فکر بود تونست حل کنه. من کیف کردم، ببینم از شما کی کیف میکنم. چی نوشته؟ ارتفاعش 100 یا 10؟ 100 گرفتیم. 100. خب 1 دقیقه مون تموم شد راهنمایی. کیا راهنمایی نمیخوان دست بلند کنن؟ یکی نوشته میشه 100، یکی نوشته 10,000. 3 نفر راهنمایی نمیخوان. خیلی خب، پس راهنمایی نمیکنن، ثبت میکنیم. چند نفر دارن همیشه عدد مینویسن؟ بعضی نوشتن نمیخوام راهنمایی. باشه باشه باشه. چند نفر نوشتن 100؟ بعضی نوشتن 500، یکی نوشته 1000، یکی زده علامت سوال. علامت سوال که جواب نیست که، من جواب میخوام. یک راهنمایی کوچولو برای اونایی که راهنمایی نمیخوان. باید با فرمول بازی کرد. حالا من برم کنار، شما یه سری از این بازی کردن ها با فرمول رو میبینید. دیدید؟ این هاشش، این هاشش. حالا جلوش بایستدم، نه این بطره، حالا جلوش بایستدم. یه سری از این راهنمایی ها رو نیا کنید. دیدین؟ اونایی که راهنمایی میخواد نگاه کنن، با این فرمول باید بازی کنید.
مریم چی نمیشه؟ راهنمایی نمیخواد. روژان خانم هستی؟ قطع شدی باز. ایلیا دست بلند کرده. ایلیا میخوای جواب بدی؟ ایلیا آنه قطع که دستش انداخت. پنجا یکی نوشته. دو نفر شدن؟ نه یه نفر برمیش پنجا. خب یه عدد دیگه اومد. پنجا. یکی دیگه 500. یکی دیگه عدد نوشته 1000. مهدی صیادی. من میگم 1000. باشه اشکال نداره هر کی چی گفت. محمد مهدی غلامی 50. استاد چی؟ جرمش بدیم اصلا نمیخوام جرمش بدیم منم حساب میکنم. دیگه ایلیا گفته جرمش بدیم من حساب میکنم. نه خیر بدون جرم. ایلیا تو رو خدا فکر کن، جرم خیلی مهم نیست، یه ذره فکر کن، با فرمولا بازی کن. خب عددا داره شبیه هم میشه، چرا انقدر شبیه هم؟ جرم ساده. کی گفت مهدی کی بود؟ مهدی کی؟ مهدی صیادی. آفرین مهدی صیادی. یه جمله قشنگ گفت ایلیا. از جمله مهدی صیادی میتونی استفاده کنی. جرم ساده میشه. باری کلا مهدی. مهدی جواب در آوردی؟ به جواب رسیدی؟ خیلی خوب. بریم ببینیم چنده. عددا زیاد شد. عددا خیلی زیاد شد. دو هم اومد الان. باشه. مهدی غلامی دیدم. 50 تا بنویسید دو. خب پاک میکنم تا بریم با فرمول بازی کنیم. بعد ببینیم با فرمول بازی کردن تو فیزیک چقدر مهمه. مخصوصا دهم. الان بچه‌هایی که اینجا هستن دهم هم میدونن که تو فیزیک با فرمول بازی کنی، هی اینو جای اون قرار بدی و اینو با اون ساده کنی، عدد هم نداشته باشی خیلی کارا میتونی انجام بدی. یه نمونهش رو نگاه کنی. ممکنه رون نشه. من الان دارم فکر میکنم شاید رون نشه. اشکال نداره ولی رون نشه. شاید عددم رو اشتباه گفته باشم. خب الان چند تاش ما اینجا نوشتیم؟ گفتیم یه دونه ساختمونه، ارتفاعش دادیم 100 متر، یه جسم از این بالا میاد پایین، سرعت جسم رو تو محل برخورد میخواد، سرعت رو میخواد. خب ما گفتیم طبق گفته هامون انرژی درونی جسم در بالا و پایین برابره، پس E1 مساوی است با E2. اینجا گفتیم که ای یعنی انرژی درونی چجوری به دست میاد؟ انرژی پتانسیل باید بالا انرژی جنبشی بشه. خب پس اینجا میشه U1 یعنی انرژی پتانسیل اون بالا علاوه K1 مساوی است با، اونم میشه U2 یعنی انرژی پتانسیل پایین علاوه K2. گفتیم که انرژی پتانسیل انرژی جنبشی جسم بالا صفره چون حرکت نداره، پس U1 بالا به صفر میشه U1. انرژی پتانسیل جسم اون پایین صفره چون ارتفاع نداره، پس میشه K2. خب پس U1 مساوی شد با K2. حالا U1 مگه انرژی پتانسیل نیست؟ پس میشه MGH مساوی است با K2. چی میشه؟ میشه M ضرب در V به توان 2 تقسیم بر 2. درسته دیگه؟ خب الان ریاضی، اونا که ریاضیشون خوبه دقت کنن، اینو میخوام بیام اینجا بنویسم. اینجا این دو اگه مخرج یک بدین، دو یعنی ضرب در این میشه 2 M G H مساوی است با M ضرب در V یعنی سرعت به توان 2. خب آقا این ریاضی دانا مهدی گفت فکر کنم M رو میتونیم با M ساده کنیم. ساده کردیم. 2 ضرب در G که 10 میگیریم، گرانش رو 10 میگیریم دیگه. ارتفاع هم که اینجا گفته ما 100 بگیرید مساوی است با V به توان 2.
پس ما الان اینجا عدد داریم، اونجا یه دونه سرعت داریم به توان دو، میشه 2000، این طرف میشه اون طرف میشه وی به توان دو. حالا وی به توان دو یعنی وی مساوی به رادیکال 2000. حالا رادیکال 2000 رون در نمیاد، یه عددی در میاد. پس من اگه اینجا ارتفاع رو مثلا میدادم 5، ارتفاع اگه 5 میشد چی میشد؟ میشد 100. آره خیلی خوب میشد. بچه اگه ارتفاع اصلا همین حساب کنید، با ارتفاع 5 متر حساب کنید سرعت جسم. یه جسمی از ارتفاع 5 متر میخوره زمین، سریع حساب کنید یه ارتفاع از جسم 5 متر میخوره پایین سرعتش چنده؟ این دیگه روند روند میشه. بچه رادیکال 2000 میشه 44.5 متر بر ثانیه، 7 دهم. 44.7 متر بر ثانیه میشه جوابش. روند در نیامده بود. جذر 2000 میشه 44.7. حالا شما 5 متر حساب کنید. جرم چی؟ ارتفاع 5 متر. سری سری. سرعت چند؟ سرعت چند؟ یه نفر نوشت چند؟ یکی نوشت 50. دقت. 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 خدا آسونه. برم کنار؟ نخه برم کنار که معلومه، معلومه که میتونی بگی. میرم کنار. نه ولش کن. بعضی میگه نه کنار آقا. نمیرم کنار. مهدی نمیرم کنار. یه لحظه برید کنار. خواهش. نمیرم کنار آقا مهدی. محمد مهدی. چی نوشته؟ اسکرین میخوای بگیری؟ خب بگیر بعد از اینکه حل شد. لطفاً باشه، اینم به خاطر شما. اگر ارتفاع 5 باشه سرعت چند میشه؟ از همینجا سریع حلش کنید دیگه. از اینجا؟ نه از اینجا همینه که مون همونه. ام جی اچ یعنی یو یک مساوی با کی دو یعنی ام وی دو تقسیم عدد نوشتم بچه ها؟ بابا بنویسید دیگه. ام و با ام ساده کردیم شد 2gh مساوی با v به توان 2. 2 ضرب داره 10 ضرب داره 5 میشه چند؟ میشه 100 تقسیم v 2. جذر 100 چنده؟ میشه 10 دیگه. یه نفر نوشت، محمد مهدی غلامی نوشت. حالا نمیم زودتر از من نوشت یا دیرتر اونش میگیم. خیلی خوب بریم سر وقت فصل 9 انرژی منابع انرژی. تخته رو میخوام عکس بگیرید، بگیرید میخوام پاک کنم. بله بزن دونه دونه بیاد جلو. این من بسته زیاد شد زیاد شد زیاد شد. خوبه بزرگش که منم ببینم. پاک میکنم تا منابع انرژی رو صحبت کنیم. بچه این مسئله خیلی سخته، ما رو دهمه. من گفتم که مثلا شما اگه دوست داشتین یاد بگین. دوست داشتین تو کتاب نیستا. یه وقت نگید وای ما هیچی بلد نیست. آقا اصلا مهم نیست. این ما رو دهمه. گفتم اگر کسی حل کنه یعنی خیلی خوبه. خیلی 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 ببین خیلی 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 خوبه. خوش به حالتون که حل کردید. اونا که نصف هم رفتن عالیه. بعضی ها گفتن امو ساده کنیم. این فکرش باز بوده، تونسته جرمو ساده کنه، این تونسته اینجا رو بره. باری کلا. حالا شما اصلا توان نخوندید پس رادیکال نمیدونید چیه. پس اشکال نداره. منابع انرژی منابع انرژی یعنی یه منبعی که انرژی مورد نیاز ما رو تامین کنه. درسته؟ منابع انرژی دو دستن. دبستان هم خوندید. یه سریشو میگن تجدید پذیر، یه سری میگن تجدید ناپذیر.
تجدید ناپذیر یعنی اینکه تموم بشه دیگه به این راحتی ها درست نمیشه، ساخته نمیشه. اما منابع تجدید پذیر ممکنه تا میلیاردها سال دوام داشته باشن یا دیر تموم بشن یا تا زمانی که انسان زنده است اونا باشن. چون میدونید که خورشید وقتی که بخواد از بین بره قبلش زمین از بین رفته بدون شک، این تمام دانشمندان این عقیده رو دارن. برای همین دنبال اینن که از زمین برن یه جای دیگه، چون میدونن که خورشید بخواد بمیره اول زمین رو میکشه بعد خودش میمیره، خیالش راحت شد. عجب عجب خورشید آدم عوضیه، آدم نیست سیاره عوضیه، ستاره عوضیه. چی نوشته؟ آها بچه رادیکال نخونید ولش، به قول ایشون میگه خودتون درگیر نکنید. اپراتور ما یکم بی‌تربیته، میگه خودتون درگیر نکنید. رادیکال هنوز نخوندید، عکس توانه، برعکس توانه، توانم نخوندید پس ولش کن دیگه. خب منابع تجدید ناپذیر مثل سوخت‌های فسیلی مثل انرژی هسته‌ای، سوخت‌های فسیلی و انرژی هسته‌ای هر دوتاشون به مواد درون زمین وابستن. مثلا سوخت‌های فسیلی به نفت و گاز و زغال سنگ وابستن. انرژی هسته‌ای هم به موادی مثل هیدروژن و اورانیوم و از این قبیل که اینا هم ذخایرشون محدوده تو کره زمین. درسته که ممکنه هیدروژن رو بشه تولید کرد ولی خب بازم محدودیت داره، یعنی یه زمانی ممکنه بشه دیگه هیدروژن تموم بشه. یعنی فرض کنیم آب‌های اقیانوس‌ها رو تجزیه کنیم هیدروژن تبدیل کنیم، بالاخره تموم میشه. برای همین میگیم محدود، میگیم تجدید ناپذیر. انرژی‌های تجدید پذیر خیلی بهتر از انرژی‌های تجدید ناپذیرن به چند دلیل. یک، اول اینکه تموم میشن، تمام شدنی هم. دوم اینکه آلودگی ایجاد میکنن. مثلا سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز، شما وقتی نفت رو بسوزونید یا گاز رو بسوزونید در بهترین حالت، یعنی خیلی خیلی خوب بسوزه، رنگ شعله آبی آبی باشه، حتما گاز CO2 رو تولید میکنه و این گاز CO2 باعث میشه حالتی در زمین ایجاد بشه به نام حالت گلخانه‌ای که به اینا میگن گازهای گلخانه‌ای. و این حالت گلخانه‌ای باعث گرم شدن زمین بشه و باعث از بین رفتن گونه‌های جانوری بشه. از پدر بزرگاتون حتی از پدراتون میتونید سوال کنید قدیما چقدر برف میمد، الان چقدر برف میاد، باید دعا کنید 4 تا قطره برف ببینید، 4 تا دونه قطره که ما رو بارونه. حالا اون موقع اینقدر برف میمد تو همین تهران ها، متری برف میمد، متری، باورتون نمیشه. نبودید دیگه، نمیدونید، بپرسید از پدر مادر، میدونن با بزرگات که بهتر میدونن چه برفایی میمد. چرا برف نمیاد؟ این خاطر اینه، زمین گرم شده. وقتی که آلوده بشه، CO2 تو هوا زیاد بشه، زمین گرم بشه، یخهای قطبی آب بشن، تغییرات آب و هوایی ایجاد میشه، یه جا سیل میشه، یه جا خشکسالی میشه و یه جا هم برف نمیاد. زمین الان 1 درجه تقریبا 1.5 درجه گرم شده نسبت به 50-100 سال قبلش و همینجور داره گرمتر میشه. چرا؟ چون همینجوری داره هی سوختای فسیلی میسوزن، هی CO2 تولید میشه و هی آلودگی بیشتر میشه. تازه نه تنها سوختای فسیلی، بچه‌ها تولید دام، هی گاو و گوسفند تولید میکنن. گاو و گوسفندا الان تو کره زمین شاید بیشتر از انسان ها شده باشن، انقدر زیادن، چون باید هی بکشنشون مردم بخورن. گاو چی داره؟ مدفوع داره. مدفوع گاو یه گازی تولید میکنه به نام متان. متان هم جزو گازهای گلخانه‌ایه. برای همین مدفوع گاز اگه عقبش کبریت بگیری آتیش میگیره. موقعی که گاز داره میفرسته بیرون
کبریت بگیری آتیش میگیری، این کار نکنی یا میسوزه بی تربیت، نه کار نکن بلش، فندک نگیری یا مثلا میگه آقا ما تو روستامون گاو داریم برم نزدیکش، آقا طویله آتیش میگیره منفجر میشه، این کار نکن. این اثر گلخانه، آفرین، این اثر گلخانه ایه و اصلا هم خوب نیستم. زغال سنگ و نه میخوام پاک کنم، باید یه چیزی بنویسم، میخوام عکس بگیرید بگیم، میخوام پاک کنم. پاورپوینت رو بزن جلو بزرگش کنم ببینم چی نوشتم. آه اینجاست. خب گفته که منابع انرژی به دو دست تقسیم میشن، تجدید ناپذیر که تموم میشن یک بار استفاده میکنی، محدود منابعشون مثل سوختهای فسیلی. سوختهای فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ، بشر 85% انرژیش، 85% انرژی که مصرف میکنه از سوخت فسیلیه. الان هم که نفت رفته بالای 90 دلار، یعنی به نفع یه گروهی شد. حالا این سوختهای فسیلی چگونه تولید میشن رو میخوام الان بگم، اونجا هم نوشته، من میخوام رو تخته توضیح بدم. عکس گرفتین؟ میلیارد، 7 میلیارد، 7 میلیارد گاو و گوسفند، نمیدونم همینجوری گفتم. البته تو خود انسان ها هم گاوهایی هستن، میشناسیدشون، خیلی گاو داریم تو انسان ها که گاوه، مخصوصا ما موقع رانندگی، وای واقعا گاوند. برف اومده، یخ زده، بعد داریم میری، بعد این با سرعت میره از ذات سبقت میگیره میره جلو، میگه بابا جان یخ زده از آروم برو، بعد میری جلو تم اینجا چپ شده، اون گاو بوده دیگه چپ شده دیگه، ای گاو نبود که چپ نمیکرد. چرا؟ چون نمیفهمه. بعضیا مغزشون گاوه، بعضیا هیکلشون گاوه، بعضیا توی مغزشون مثل چیز گاوه. همون ولش کن، ولش کن، زیاد حرف نزن، ولش کن دیگه. اون وقت منو میگیرم میندازن اوین، تو مجبور بر من کمپوت بیاری یا کی بود این حرفو زد کمپوت میخواد بر من بیاره؟ صدا من در نه، صدا منو در نیار دیگه، باشه چون ضبط میشه بعد همه میبینم بیچارم کردید شما، پاک میکنم دیگه. خیلی هم خوبه، همه خوبن، همه چیز عالی، همه چیز سبز. آره ماشین یا چاله آب که ماشین رد میشه آبا میریزه رو وضعی واقعا. خب میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم که آقا نفت و گاز و زغال سنگ از چی به وجود اومدن؟ خیلی از شماها میدونید که نفت و گاز و زغال سنگ بنویسید از چی به وجود اومدن؟ نفت و گاز و زغال سنگ از چی به وجود اومدن؟ مرسی مهدی جان، خودتون خوبید، بچه‌های گل. نوشته فسیل، سوخت فسیلی. نه، از چی به وجود اومدن؟ فسیل که سنگه، نفت و گاز از چی به وجود اومدن؟ چی نوشت؟ آفرین، یکی نوشت. خب یکی اشتباه، همون که من میخواستم رو نوشت. خب بسه دیگه، ننویسید. بسه آقا جان، بسه آقا، بسه آقا، پر شد. خب آفرین دو سه نفر بسه میگم. آه بارکلا، استوب. آها ببینید، 7 میلیارد انسان، شما جزو اون 7 میلیارد انسان باشید دیگه، ننویسید. خوبه؟ آها استوب، باریکلا، جزو اون ماشین چپیه نباشید. آها چش نوشته، خب مثل اون ماشین چپیه نباشید. بعضیا یا قدیما یا تو ابتدایی نمیدونم میگفتن نفت و گاز از دایناسور هاست. غلطه، دایناسور ها عددی نبودن که بخوان نفت و گاز بسازن. یه ذره اونایی که نفت و گاز ساختن یه سری جونور دیگه هم به نام پلانکتون ها. پلانکتون ها موجودات تکسلولی هست، تو دریاها خیلی زیادن، هنوز هم زیادن، غذای نهنگ و ماهی هست. بعضی نهنگ ها پلانکتون میخورن، بعضی کریل میخورن. نهنگ دهنشو که باز میکنه آب میاد تو، باش پلانکتون هم میاد، آبه میره بیرون از اون بالا میزنه بیرون، پلانکتون هاش جذب بدنش میشن. حالا کریل هم میخورن، البته یه سری میگوهای کوچولو هست که خود اون میگوها هم پلانکتون میخورن،
یعنی نهنگ هم مستقیم هم غیر مستقیم به چرخه است. بله چرخه زندگی بهش میگن، یه چرخه زندگی. حالا بعدا میخونید این پلانکتون ها که خودشون دو نوع هستن، بهشون میگن فیتو پلانکتون و ژئو پلانکتون. بابستنجی رو دیدین؟ بابستنجی اسفنج دیگه، یه جانوری میگن اسفنج. بعد یه دونه اونجا یه دونه بود سبزنگ بود کوچولو بود، اون پلانکتونه، اون فیتو پلانکتونه، همونی که سبز بود مثل لجن بود. میگفت بعد چی بود؟ میگفت عروس دریایی اسمش چی بود؟ ستا دریایی، ستا دریایی. ای بابا من شاد یادم بچه هایی که بابستنجی دیدن دوست است. بابستنجی چی بود اسمش؟ پاتریک. پاتریک آفرین. پاتریک ستا دریایی بود. اون سبزه پلانکتون بود که دشمن اینا بود. فیتو پلانکتون هم بود. فیتو پلانکتون ها رو میگن پلانکتون های گیاهی. ژئو پلانکتون ها رو میگن پلانکتون های جانوری. چه جانوری چه گیاهی فرق نمی کنه، کارشون با هم فرق میکنه. گیاهی ها فتوسنتز میکنن، جانوری ها این کار نمی کنن. ولی اینا با هم دیگه انقدر زیاد بودن، این دریا فیتو پلانکتون ها پر، ژئو پلانکتون ها همینطور مردند، به سر عواملی مردند. وقتی مردن رفتن کف دریا تنشین شدن. بعد رسوبات دانه ریز، یعنی تو دریای عمیق این اتفاق افتاده، رسوب دانه ریز یعنی دریای عمیق، مثل روس، مثل آهک، اومد رو اینا رو پوشوند. وقتی رو اینا رو پوشوند از بالا فشار اومد، چون لایه ها همجور زیاد شدن دیگه، فشار آورد به اینا، اینا شروع کردن به تجزیه شدن. تجزیه یعنی چی؟ یعنی یک تغییر شیمیایی. بر اثر این تغییر شیمیایی مثلا فرض کن فاسد شدن، اینجوری فرض کن. حالا ما فاسد بهش نمیگیم ها، ولی فرض کن یه میوهی که داره فاسد میشه چه شکلی میشه؟ بعد کپک تولید میکنه، بعد یه گازی تولید میکنه، بعد بوه. دیدین اون ژئو پلانکتون ها وقتی دچار تغییر شیمیایی شدن، وقتی که تجزیه شدن، تبدیل شدن به مثلا فرض کن الان این سطح زمینه، این لایه های زیرین زمینه که اون قدیما دریا بوده، این وسط نفت تشکیل شده، بهش میگن نفت خام. نفت خام تشکیل شد. بعد از این نفت خام یه سری گاز به وجود اومد، اینجا گاز ها جمع شدن، اینجا هم یه سری خاک و سنگ هم که بهش میگن پوششی. یعنی نفت و گاز از اینا بالاتر نیومده، همینجا جمع شده، شده مخزن نفت. الان اینجا سطح زمینه، اینجا زیر زمینه. سالها بعد، میلیونها سال بعد، میلیونها سال بعد بشر اومد، امواجی فرستاد، بهش میگن امواج زلزله، منفجر میکنه، امواج میره پایین. از رفت و برگشت امواج فهمیدن که اینجا نفت خامه، اومدن چاه زدن، نفت خام با فشار اومد بالا. مخازن نفت خامی که بالاشون گاز باشه خودشون میزنن بیرون، میگن آرتزیان، یعنی خود جوش. نفت اومد بیرون، نفت خامو بردن پالایشگاه، پالایش کردن، یعنی تصفیه کردن. بعد که پالایش کردن ازش مواد مختلفی تهیه کردن، این مواد مختلفو بردن تو پتروشیمی. بعد تو پتروشیمی مثلا ازش چی گرفتن؟ بنزین. یا توی پتروشیمی دیگه چی گرفتن؟ پلاستیک. توی پتروشیمی دیگه چی گرفتن؟ روغن ماشین. توی پتروشیمی دیگه چی گرفتن؟ قیر. همینجوری تو پالایشگاه ها و پتروشیمی ها مواد مختلف از نفت خام تهیه شد که تو فصل 4 خونده بودید که نفت خام چی به وجود میاره؟ دارو، ژلاتین رو دارو، پوسته دارو و خیلی چیزای دیگه، مواد شوینده، رنگ، همین از نفت خامه. سه بود؟ سه. قیر برای قیرگونی، برای ضد آب کردن، برای چی بهش میگن؟ آسفالت. آفرین آفرین. آسفالت یه چیزی هم بهش میگن، ایزوگام. دمت کرد. اینا همشون قیر میخوان. دمت کرد که هستی. میگن من که یادم نمونم. پس نفت و گاز از تجزیه پلانکتون ها به وجود اومدن.
میخوای عکس بگیری سریع بگی، میخوام در مورد زغال سنگ حرف بزنم. بیام اومدم. حالا زغال سنگ، زغال سنگ دیگه از نفت و گاز نیست. بنویسید از چیه زغال سنگ، از چیه بنویسید، بنویسید زغال سنگ چگونه به وجود اومده. نوشتم بچه ها زغال سنگ از چی به وجود اومده. خوابین خوابین. آها نوشتم. آقا مهدی میخوای نفت خامو چی نوشته؟ این چی نوشته؟ آفرین، جانوریش اشتباه است، گیاهی درسته. هیدروژن نخه، نخه سامین خان. زغال سنگ اصلا دیدی؟ آها یکی نوشته درسته، یکی دیگه چی نوشته؟ باریکلا. این کی نوشته؟ آنتا خانم چی نوشته؟ بله بله بله، خیلی خوب، مرسی، جواب دادید. زغال سنگ از درخت به وجود اومده، از گیاهان به وجود اومده، نه جانوران، نه پلانکتون ها. جنگل های انبوه اون زمان، بچه ها تو زمین شناسی ما دوره های زمین شناسی داریم که یه دورهش که دوره مزوزویک بهش میگن، دوره دایناسورها، قبل از دایناسورها یه دوره داشتیم به نام کربونیفر. ببینید کربونیفر، کرتاس، ژوراسیک، اینا سه تا نیم دورن. این یکی از اینا ژوراسیکشو میشناسید، پارک ژوراسیک بود، فیلم دایناسورها بودن. قبل از ژوراسیک ما یه دوره داشتیم به نام کربونیفر، یعنی موقعی که داشتن جنگل‌ها تبدیل می‌شدن به زغال سنگ. جنگل‌های انبوه افتادن بر اثر عوامل مختلف، سیل‌های عظیم، یه عوامل دیگه، جنگل‌ها نابود شدن. جنگل‌ها درخت‌هاشون وقتی افتادن دوباره بر اثر مرور زمان رسوبات مدرشون رو گرفت. وقتی رسوبات مدرشون رو گرفت، بذار درختش با رنگ دیگه بکشن. این درخت است. درخت شروع کرد به تجزیه شدن. تجزیه شد و این تجزیه شدنش به این صورت بود که مقداری از گازهای اضافیش خارج شد، رفت بیرون، اما چیزی که ازش مون سنگ بود، کربن بود. بچه ها میدونید که همه موجودات زنده 20% بدنشون کربنه، چه درخت باشه چه انسان باشه، تقریبا 20%، یعنی 1/5. درخت که افتاد 4/5 مواد مختلف بودن که رفتن این ور اون ور، یا تو خاک رفتن یا این ور اون ور رفتن، اما 1/5 سفت شد، سخت شد، شد زغال سنگ. که حالا 1/5 هم بذاره بیشتر بگیم، چون که زغال سنگ ها انواع اقسام دارن. زغال سنگ ایناشش که اگه خیلی خوب باشه بهش میگن زغال سنگ نرم، اسمشو گذاشتن آنتراسیت. آنتراسیت رو اگر ببری حرارتش بدی میتونی ازش کوک بسازی. کوک چی بود؟ کربن خالص. کجا به درد خورد بنویسید. کوک کجا به درد میخورد؟ اگه بنویسید بچه ها کوک کجا به درد میخورد؟ چی میگه؟ با نامی چی نوشتی؟ آها خب تو استخونه ما کلسیم فسفره. کربن همه جای بدن ما هست. استاد صداتون بده، میگه صدا بده. صدا چطور بچه؟ چی استخوان جانوری؟ آم میگه خوبه. ببین کوک، این کک، نه کک که تو جونت میفته، اون حشره است، این کوکه، کربن خالصه. تو کجا ده خوندید؟ خوندید چی میگی؟ آفرین. کجا خوندید کوکو؟ نگید نخوندید آ. بگم الان میگید ای اونجا بود، یه فرمول بود، فصل نخوندی مهدی؟ به خدا خوندی. فصل 4 بود برای، بگم که آبروتون میره، آلیاژ سازی به درد میخورد، برای اینکه آهنو بیایم خالص کنیم به درد میخورد، تو اون کوره های بلند سنگ معدن آهن میریختیم با کوک، یعنی کربن خالص. فرمولش هم اینجوری نوشته بودیم، Fe2O3 به علاوه کربن میدهد آهن خالص به علاوه CO2. اینو فصل 4 خوندید دیگه. ایلیا گفت همون حشره کوچیکه، اون ککه. ایلیا این ککه، این کربنه.
پس زغال سنگو که خیلی هم به درد میخونه یه زمان میسوزوندن. سوزوندن زغال سنگ هنوز تو بعضی کشورها هست، اینقدر آلودگی ایجاد میکنه. قطارهای قدیمی آره تو فیلم های وستر دود میکردن، اونا با زغال سنگ کار میکردن. زغال سنگ خیلی کاربرد داره تو جهان، الان کاربردش هم خیلی زیاده، ولی دیگه برای سوختن نه، برای تهیه فولاد. توی فولاد سازی و کارخونه فولاد خیلی کار میکنه، چون با کوک میان کربنو ببخشید سنگ معدن آهنو خالص میکنن. وقتی خالصش کردن اون وقت میارن آلیاژ میسازن. خب پس این تازه همشون شد سوختای فسیلی. ببینم زمانمون چقده، انرژی هسته‌ای رو میخوام بگم کیلوی چند. انرژی هسته‌ای به نظر شما بسته چنده؟ چند میفروشن یا بسته چند میفروشن یا میفروشنش بسته‌ای؟ یه همچین چیزایی هست. اصلا میدونی انرژی هسته‌ای چیه؟ اصلا میدونی چیه؟ اگه ندونید که یعنی افتضاح. میدونم انرژی هسته‌ای همون انرژی اتمیه که بعضی ها فقط به نام بمب میشناسنش، بمب اتمی. اما انرژی هسته‌ای فقط بمب اتم نیست، برق اتمی هم هست، یعنی وسیله به نام راکتور اتمی. تراکتور نه، راکتور. تراکتور ته نه، ته داره این ته نداره. راکتور یه وسیله ایه که باش انرژی اتمی رو خونسان هم مهار میکنن. بچه انرژی هسته‌ای به دو صورت از اصلا انرژی هسته‌ای چیه؟ اون انرژی ذخیره شده در هسته اتم را گویم. باش موشک نمی‌سازن. موشک رو که ساختن سوختش از انرژی اتمی هسته‌ای ممکنه باشه، یا اینکه موشک رو که ساختن نوکش رو میان کلاهک هسته‌ای می‌ذارن که اون بشه بمب اتم. که خطرناکه، همون که تو هیروشیما افتاد. خود انرژی هسته‌ای تو هسته اتمه. باید از تو هسته اتم درش بیاریم. بهش میگن نیروی قوی هسته‌ای. فصل 3 خوندید. اونجایی که گفتم نوترون برای چی هست؟ گفتیم نوترون ها با نیروی به نام نیروی قوی هسته‌ای پروتون ها رو کنار هم نگه میدارن. حالا این نیروی که اینجا هست میخوام آزادش کنم. اگه این نیرو رو آزاد کنم میشه بمب اتم، میشه انرژی هسته‌ای، میشه انرژی اتمی. اگه درست مهارش کنم میشه راکتور اتمی، میشه برق اتمی. اگه مهارش نکنم بندازم سر مردم میشه بمب اتمی. اون جنایتی که 60 70 سال پیش توی هیروشیما انجام شد، 1945، الان 2020 میشه 75 سال پیش. میدونید دیگه بمب اتم توی هیروشیما چه بلایی سر مردم آورد. اصلا فیلم سریال چرنوبیل اگه دیده باشین، دیدید تو چرنوبیل برق تولید میکردن، برق اتمی، نیروگاه اتمی داشتن، نیروگاهشون منفجر شد. انگار که چند تا بمب اتم منفجر شده. تمام اشعه رادیواکتیو، رادیواکتیو که میدونین چیه؟ همون که سرطان زاست. اومد تشعشع کرد، کلی آدم رو کش، سرطان میگیرن، معلول میشن، حتی نسل‌های بعدیشون ممکنه اتفاق بیفته. اگه خودش نمیره، ممکنه بچه‌ای که به دنیا میاره معلول باشه. و توی هیروشیما این اتفاق افتاد، توی چرنوبیل هم افتاد. و سال‌های سال، یعنی الان 30 سال تقریبا، 30 و چند سال از واقعه چرنوبیل میگذره، نزدیک 40 سال داره میشه. هنوز که هنوزه رادیواکتیو تو اون مناطق هست. پس خیلی خطرناک انرژی هسته‌ای. خیلی خوبه، خیلی انرژی داره، ولی خیلی خطرناکه. انرژی هسته‌ای از دو راه، این دیگه تو کتابتون یه کوچولو گفته، ولی من کامل براتون میگم، از دو راه مهار میشه. یک، میگن شکافت هسته‌ای، خارجیش میشه فیسیون، یا جوش هسته‌ای، خارجیش میشه فیوژن یا فوزیون. فیوژن هم بهش میگن. ببینیم شکافت هسته‌ای و جوش هسته‌ای چیه. تو کتابتون شکافت هسته‌ای رو خوب توضیح داده، جوش هسته‌ای رو اصلا یه کوچولو گفته. گفته تو وسیله‌ای به نام راکتور که ما بهش میگیم راکتورهای اتمی،
که میخوایم باش برق بگیریم، کلش رو میگن نیروگاه اتمی. بچه نیروگاه اتمی چیزی که شما میبینید چند تا دودکشه. چیزی که ما میبینیم اینجوریه، اینا بویلران، اینا خنک کننده های توربین هم. اونی که وجود داره زیر زمینه، یعنی این سطح زمین 50-60 متر میرن زیر زمین. وقتی رفتن زیر زمین یه تونل میکنن، یک تونل خیلی بزرگ، یه غار خیلی بزرگ فرض کن. بعد این تونلی که کندن به ارتفاع 30 متر، به قطر 30 متر از هر طرف 30 متر میان آجرچینی و بتون ریزی میکنن. قبلا میگفتن ساروج، یعنی آهک و با یه ماده مخلوط میکردن، یه نوع سیمان قوی محکم میساختن. بعد که ساروج ساختن یا بتون ریزی کردن، لابلای این بتون ها یه ورقه هایی قرار میدادن از جنس سرب. چرا؟ اینو بهش میگن قلب راکتور. تو قلب راکتور یه عنصر سنگین مثل اورانیوم، اورانیوم غنی شده شنیدید که ایران داره غنی میکنه؟ اورانیوم غنی شده اگر غنی شدنش به 80% یا 90% برسه میتونه بمب اتم بشه. کمتر از اون باشه میتونه جاهای مختلف استفاده بشه، مثلا توی رادیو درمانی، قرصای ایزوتوپی، رادیو ایزوتوپ بهش میگن، توی غده‌های سرطانی، آفرین، برای مهار کردن غده‌های سرطانی، تشعشعات رادیواکتیو بسازه کنن. کمتر از اونش اینجا استفاده میشه، ولی بیشتر از اونش میره برای بمب اتم. ما الان تا 60% تونستیم غنی کنیم اورانیوم. پس توی قلب راکتور اورانیوم میذارن که وقتی این اورانیوم متلاشی میشه، یعنی یک عنصر سنگین، هسته عنصر سنگین مثل اورانیوم شکافته میشه و بر اثر شکافتش عناصر سبکتر به وجود میاد. این عناصر سبکتر مثل باریوم، کریپتون، اینا رو بهش میگن زباله اتمی که سرشار از مواد رادیواکتیو هست. رادیواکتیو چیه؟ یه اشعه است. پرتو هم بهش میگن، میگن پرتوزا، یعنی رادیواکتیو. این اشعه رادیواکتیو از خیلی چیزا رد میشه، از دیوار به قطر 30 متر میتونه رد بشه. اشعه از دیوار به قطر 30 متر، ولی از سر با ضخامت اینقدر رد نمیشه. برای همین دور تا دارین دیوارا رو سرب گذاشتن، چون جلوی رادیواکتیو رو بگیره. رادیواکتیو همونیه که اگه بخوره به بدن سرطان ایجاد میکنه، بخوره به ژن ها، ژن ها رو تغییر میده، معلولیت ایجاد میکنه، کوری ایجاد میکنه و مرگ، و همین خیلی خطرناکه. پس تو قلب راکتور اورانیوم منفجر میکنن، منفجر نه، شکافت ایجاد میکنن، متلاشی میکنن، انرژی تولید میشه. این انرژی که تولید میشه گرمای بسیار زیادی داره. این گرما میره آب رو بخار میکنه، آب که بخار، جلسات فیلمشو براتون میارم. آب که بخار میشه اون وقت توربینا رو برای حرکت میندازه. توربینا با سرعت میچرخن، ژنراتورها رو حرکت میندازه و ژنراتورها چی تولید میکنن؟ برق. فکر کنم اصلا توی پاورپوینتمون باشه. این بچه نفتی که تشکیل میشه، نیا کنید اون سیاهی نفت خامه، اون آبیه، آب که زیر نفت تشکیل شده، چون زیر دریاها بودن دیگه، معمولا نفت ها آب دارن. حالا قسمت بالاش هم باید گاز میبود که یه ذره گاز کشیده اینجا، اون سفیده کوچوله گازه. عکس میخوام بگیرید از پاورپوینت بگیرید. سینا گفته تو رادیولوژی هم جلیقه سربی میدن که. آفرین سینا، دقیقاً اون جلیقه سربی برای اینکه تشعشعات بهش نرسه، مخصوصاً خانوم های باردار، چون بچه تو شکمشون هستش و سلولای بچه خیلی حساسن، اگه اون سلول آسیب ببینن بچه معلول به دنیا میاد. اگر خانوم باردار باشه میگن نزدیک اتاق رادیولوژی نشید، یا اگر مجبورید عکس بگیرید حتما باید دور شکمشون رو سرب قرار بدن. کسی هم که میاد عکس میگیره میره توی اتاقی که سرب دور تا دورشه، کل رادیولوژی دور تا دورش سربه ها، که تشعشعات بیرون نیاد. عکس گرفتین؟
خب اینجا هم زغال سنگو داره توضیح میده. اینم بچه ها معایب سوختای فسیلیه که خیلی مهمه. اینم زیر دریا هم میتونن چاه بزنن. اون سکوی نفتی رو میبینید؟ اون سکوی دریاییه. هم تو خشکی میشه سکو زد، هم تو دریا نفت استخراج کرد. نفتی که از تو دریا استخراج میشه یکم باید مراقب باشن، چون اگه این لوله ها نشتی داشته باشه کل دریا آلوده میشه و کلی جاندار میره. یکی از این سکوها زمانی یکی از رؤسای ما گم شد. سکو به این عظمت میدی سکو چقدره؟ چجوری بگم؟ خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، ولی گم شد. مگه میشه گم بشه؟ خلاصه گم شد. احتمالاً ونزوئلا سردار بوده. عکس بگیرین، عکس بگیرین. تا برسیم سر وقت انرژی هسته ببینم فیلمش هست. آها رسیدیم انرژی هسته. انرژی هسته یکی شکافته. نیا کنین شکافتشو. نوترون میزنن به یک عنصر سنگین. عنصر سنگین متلاشی میشه. بعد نوترون ایجاد میکنه و انرژی. اینم دستکاشه. نمیدونم چرا کار نمیکنه. اون قسمت استوانه‌ای قلب راکتوره. بعد نه کار نمیکنه. قلب عکس بگیرید. نمیخواد. نمیخواد. بعد اون توربینش که داره میچرخه، بعد هم جنراتوری که برق تولید میکنه. بعد آب خیلی زیادی مصرف میکنن. برای همین معمولا راکتورها نزدیک دریا باید باشن. آب دریا رو بگیرن که بخار شه. ولی خب این آبی که میاد تو راکتور ممکنه دچار چی بشه؟ رد راکتیو رو بگیره، تشعشعات راکتیو داشته باشه. وقت برگرده تو دریا دوباره آلودگی ایجاد کنه. برای حتما باید آب تصفیه بشه یا تو یک ذخیره بسته کار انجام بشه. این اگر هم آب آلوده است بیرون نیاد. تو همون مخزنهای بچرخن. اونا کجا؟ زیر زمین، نه روی زمین. عکس گرفتیم؟ پس پیش میگیم شکاف هسته‌ای. بچه جوش هسته‌ای رو این جلسه نمیرسیم بگیم. بزنم جلسه پاورپوینتمون چیه؟ هنوزم سوخت هسته‌ایه. شکاف هسته‌ای دوباره اومد که حالا احتمالاً عکساش فرق میکنه. این هم که معایه بشه؟ نه بلش کن جوش هسته اینجا چون نخوندیم شلون جلسه بعد براتون میگیم. پس شکاف هسته ای مثل بمب اتم، راکتور اتمی. بشر الان از شکاف هسته ای سال هاست داره استفاده میکنه. اولین بارم روستا سال 1153 بود میلادی ها اولین راکتور تولید برق رو ساختن که برای آمریکایی‌ها به اصطلاح مشت محکمی بود بر دهان امپریالیسم، که آمریکایی‌ها بمب ساخته بودن، روسا برق تولید کردن. به دنیا گفتن ما برق تولید می‌کنیم، اونا بمب می‌سازن. کلی دنگ و فنگ بود. بهش می‌گفتن جنگ سرد. تا اینکه آمریکایی‌ها یه دونه ساختن، روی روسا رو کم کردن. یعنی تونستن از پلوتونیوم استفاده کنن. پلوتونیوم یک عنصر جدیده که تو راکتور ساخته شد. و راکتورهای پلوتونیومی به وجود اومد که خیلی از راکتورهای قدیمی بهترن. ولی همشون خطرناکن. فوکوشیما تو ژاپن سونامی اومد. راکتورشون رو داغون کرد. منفجر شد. خوشبختانه باد اومد، مواد رو برد از ژاپن دور کرد. اگه میورد سمت چین و خود ژاپن کلی آدم میمرد. ولی خب اونجوری رفت تو دریا کلی در ماهی مرد. آدم ها کمتر آسیب دیدن. ولی بازم هنوز که هنوزه ژاپن خیلی ضرر کرده به خاطر اینکه اونجا رو باید پاکسازی کنه. بچه خسته نباشید، اگه سوال هست سوال کنید. سلام. سلام رجا خانم بگو. من سوال نداشتم، فقط می‌خواستم یه چیزی بگم در رابطه با همین حالا حادثه هم چرنوبیل که خود شما هم گفتید. من حالا زیاد در موردش تحقیق نکردم، ولی میدونم که ظاهرا مثلا یکی از نگهبانای اونجا به دلیل حالا حواس پرتی و اینا نبوده و مثلا که حالا یا اشتباه تنظیم کرده یا اینا باعث شده که در اصل یه انرژی هسته‌ای به وجود بیاد و اینا. و من حالا بله اونجا کلا منفجر شد و اینا. بعد من که یه برنامه داشتم که مثلا واسه یه در اصل دیدن کشورها مختلف و کاوشگری اینا بود، بعد وقتی که سرچ کردم که مثلا ببینمش دیدم وقتی رفتم داخل مکان همون حادثه اصلا کلا خورد و خاکشی شده بود، یعنی هیچی ازش نمونده بود. بله فقط یه چیز قدیمی و چوب و اینا. کاملا درست رو جان خانم. اون اشکالی که ایجاد شد قلب راکتور باید خنک میشد، خنک نشد، در نتیجه منفجر شد و با خاک یکسان شدن هم کاملا درسته. در بودم پاور هم براتون، پاور رو نمیدونم ولی نکات مهم رو میفرستم برای
پاور باید بچه از چیز بپرسید، باشگاه بپرسید. اگه اجازه دادن براتون چیزو میفرستم، پی دی افش رو میفرستم. خداحافظ بچه‌ها. بچه‌ها خسته نباشید.